روز جهانی دیابت. مراسم روز جهانی دیابت هر ساله در تاریخ 14 نوامبر مصادف با 23 آبان ماه در بیش از 160 کشور جهان برگزار می‌گردد. روز جهانی دیابت توسط فدراسیون بین‌المللی دیابت و سازمان بهداشت جهانی در سال 1991 ایجاد شد. این روز در سال 2006 به عنوان یک روز رسمی در تقویم جهانی ثبت گردید. حلقه آبی رنگ دیابت در سال 2007 و پس از تایید سازمان ملل متحد به عنوان نماد رسمی دیابت انتخاب شد تا نشان واحدی برای افزایش آگاهی دنیا در مورد اپیدمی دیابت باشد. در تمام فرهنگ‌ها دایره نشانه زندگی و سلامتی است و رنگ آبی تجسم آسمان است که همه ملت‌ها را متحد می‌کند. هر ساله شعاری برای روز جهانی دیابت انتخاب می‌شود. امسال یعنی سال 2022 میلادی نیز به مناسبت روز جهانی دیابت عنوان آموزش برای محافظت از فردا انتخاب شده است. میزان ابتلا به بیماری دیابت در جهان با سرعت در حال افزایش است و این میزان در کشورهای در حال توسعه بیش از سایر کشورهاست، چرا که ساکنان این کشورها به رژیم غذایی مملو از قند و نشاسته روی آورده‌اند. از هر 20 ایرانی یک نفر به دیابت مبتلا است و نیمی از این تعداد نمی‌دانند که دیابت دارند. این بیماری خاموش در هر 6 ثانیه یک قربانی می‌گیرد و در هر 30 ثانیه یک نفر در جهان به علت عدم آگاهی از دیابت و روش کنترل آن پای خود را از دست می‌دهد. سازمان بهداشت جهانی پیش بینی کرده است که تا سال 2030 دیابت به 7th علت مرگ و میر در جهان تبدیل خواهد شد. در حال حاضر شیوع دیابت در بزرگسالان 8.8% است و انتظار می‌رود سریع‌ترین رشد شیوع بیماری در آسیا و آفریقا رخ دهد، جایی که احتمالاً بیشترین افراد مبتلا به دیابت در سال 2030 در آن زندگی خواهند کرد. افزایش شیوع در کشورهای در حال توسعه به دنبال روند شهرنشینی و تغییر سبک زندگی است، مثل کاهش تحرک جسمی و افزایش مصرف غذاهای پر انرژی اما فاقد مواد مغذی. این بیماری 3 نوع اصلی دارد. دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 به علت تخریب سلول‌های بتای پانکراس به وجود می‌آید که در آن فرد توانایی تولید هورمون انسولین در بدن را از دست می‌دهد. این دیابت را دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوجوانان می‌گویند. دیابت نوع 2 که حدود 90% موارد را تشکیل می‌دهد و در این فرم سلول‌های بدن به وجود انسولین پاسخ صحیحی نمی‌دهند و در ابتلای فرد به دیابت نوع 2 عوامل ژنتیکی، چاقی و کم تحرکی نقش مهمی ایفا می‌کنند. و اما دیابت بارداری که در این فرم زنان باردار بدون سابقه دیابت دچار سطح بالای قند خون می‌شوند. افزایش قند خون یا همان هایپرگلایسمیا در دراز مدت می تواند سبب تخریب رگ‌های بسیار ریز در بدن شود، به خصوص در اعضایی مثل کلیه، چشم و اعصاب. همچنین دیابت با افزایش ریسک بیماری‌های قلبی عروقی ارتباط مستقیمی دارد، لذا تشخیص زودرس این بیماری می تواند در پیشگیری از این عوارض مؤثر باشد. و اما ریسک فاکتورهای دیابت نوع 2. همه افراد ممکن است به دیابت نوع 2 دچار شوند. با این وجود عواملی وجود دارد که ممکن است شما را در خطر بیشتر ابتلا به بیماری قرار دهد. این عوامل عبارتند از تجمع چربی در اطراف شکم، کم تحرکی و انجام ندادن حرکات ورزشی، وزن بیش از حد، سن بالای 45 سال، سابقه خانوادگی دیابت نوع 2، ابتلا به دیابت حاملگی، فشار خون بالا، افزایش
کلسترول بد و تریگلیسیرید در خون. پیشگیری از دیابت. تغییرات ساده در سبک زندگی در جلوگیری یا به تأخیر انداختن شروع دیابت نوع 2 مؤثر است. برای جلوگیری از ابتلا به دیابت نوع 2 و عوارض آن، به طور کلی سبک زندگی سالم مؤثر است و باید موارد زیر رعایت شود: دستیابی به وزن نرمال بدن و حفظ آن، افزایش فعالیت بدنی، پیروی از یک رژیم غذایی سالم شامل 3 تا 5 وعده میوه و سبزی ها در روز و کاهش مصرف قند و چربی های اشباع شده، مصرف مقادیر فراوان فیبر، افزایش مصرف غلات کامل و پرهیز از رژیم غذایی محدود و زودگذر و اصلاح الگوی غذایی با انتخاب غذاهای سالم تر و همچنین اجتناب از مصرف دخانیات. بیماران دیابتیک می توانند با تغییر الگوی زندگی، خود مراقبتی، کنترل قند و استفاده از دارو عمری کاملا طبیعی داشته باشند. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.